سلام، به هشتگ شما خوش آمدید. امروز 28 اسد یا مرداد صدیمین سالگرد استقلال افغانستان است و به همین مناسبت با یک برنامه ویژه هشتگ شما همراهتان هستیم. 100 سال پیش افغانستان پس از سومین جنگ با بریتانیا به رهبری امان‌الله خان شاه نوگرای این کشور استقلال خود را به دست آورد. امان‌الله در جریان 7 سال پادشاهیش به یک سلسله اقدامات نوگرایانه برای مدرن ساختن جامعه افغانستان تأثیر. شما در مورد استقلال افغانستان چه نظر دارید؟ آیا آن را تجلیل میکنید و چگونه؟ در مورد امان‌الله و میراث او چه فکر میکنید؟ شمار از اقدامات امان‌الله با مخالفت محافظه‌کاران روبرو شد و به دنبال شورش‌های گسترده او مجبور به ترک افغانستان شد و به ایتالیا رفت. یکی از شعارهای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این است که او میخواهد فصل ناتمام امان‌الله خان را به اتمام برساند. نظرتان در مورد آنچه اشرف غنی فصل ناتمام امان‌الله خان میخواند چیست؟ من ضیا شهریار هستم و راه‌های تماس را در پایین صفحه با ما میبینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، تویتر و همه جا با شما هستیم. در آغاز برنامه ویدیویی ببینیم در مورد اینکه استقلال افغانستان 100 سال پیش چگونه به دست آمد. جنگ سوم افغانستان یک کشمکش بود تا یک جنگ و یک ماه ادامه یافت، چند روز بیشتر از یک ماه. امان‌الله ویرانی ناشی از بمباران را دید، تصمیم به صلح گرفت. این بار بود که اهداف غیر نظامی شهری از سوی نیروی هوایی کم تجربه بریتانیا مورد بمباران قرار می گیرد. وقتی قلعه بالاحصار در کابل هدف بمباران قرار گرفت و امان‌الله ویرانی ناشی از بمباران را دید، تصمیم به صلح گرفت و مدعی شد که هیچگاه نمی‌خواسته بریتانیا را آزرده کند. استقلال افغانستان چگونه بدست آمد ویدیویی بود که دیدیم. همونطور گفتیم در نتیجه جنگ سوم افغان انگلیس نگاهی بندازیم به نتیجه جنگ سوم افغانستان که همچنان به جنگ سوم افغان انگلیس موسوم هست. نتیجه جنگ امضای پیمان راولپندی در 8 آگست 1919 بود که منجر به اقدامات بعدی شد. در این پیمان بریتانیا استقلال سیاست خارجی افغانستان را به رسمیت شناخت و امان‌الله خان خط دیورند را به عنوان مرز رسمی افغانستان و هند بریتانیا به رسمیت شناخت. می‌دونیم که خط در زمان عبدالرحمن خان پدر بزرگ و پدر کلان امان‌الله امضا شده بود و به اساس اسناد امان‌الله خان صحه دوباره گذاشت به او و بریتانیا پرداخت مواجب شاه افغانستان را متوقف کرد که 600 هزار روپیه هندی بود در اون زمان که پول زیاد میشد. و بریم همچنین اقدامای امان‌الله خان را در حوزه آموزش و فرهنگ ببینیم. امان‌الله خان شهرت داره به این کارهای زیاد انجام داده. 322 مکتب جدید را در تمام ولایات افغانستان به وجود آورد. این در حالی است که در اون زمان تا اون وقت دو مکتب، مکتب لیسه حبیبیه و لیسه شاهی در افغانستان وجود داشت.
50,000 نفر دانش آموز، تعداد دانش آموزا در زمان در اواخر دوره امان‌الله خان بود که افزایش بسیار قابل توجه را نسبت به گذشته نشان میداد. 5 میلیون روپی افغانی بودجه معارف افغانستان در دوره امان‌الله خان بود، در حالی که وقت امان‌الله خان شروع به کار کرد بودجه معارف افغانستان 6000 روپیه بود. و برای اینکه بفهمیم که یک روپیه چقدر بوده، حقوق یک کارمند در اون زمان 20 روپیه افغانی بود، واحد پول افغانستان. و 151 نفر تعداد دانشجویان بورسیه در دانشگاه اروپایی در اواخر دوره امان‌الله خان بود. میدانیم که یکی از تصمیم‌های جنجالی امان‌الله خان شد که یک تعداد دخترها هم به خارج به بورس رفتند و با مخالفت محافظه‌کارا و روحانیون مواجه شدند. و 13 نشریه با بودجه دولتی در زمان امان‌الله خان منتشر می‌شد در افغانستان که پیش از او تنها یک نشریه در افغانستان وجود داشت. بریم به سراغ تلفن‌ها و نصرت الله را از کابل داریم با خود و فریحه را هم از کابل. نصرت الله سلام، می‌خواستم نظرت در مورد استقلال افغانستان و میراث امان‌الله خان بپرسم. بار سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم. سلام. میخوایم از قسمت شروع کنم قبل از دوره امان‌الله خان. امان‌الله خان سلطنت را از پدر به میراث برده بود که او تحت الحمایه ادبیر تانوی بود و شاهان قبل از او هم همچنان مورد حمایت بریتانیا بودند و یا بنابرای تلاش میکردند که روسی تزار و یا امثال اینا را حمایتشان برای دوام حکومتشان با خود داشته باشند. امان‌الله خان شاهی که تازه به دوران رسیده بود همه نواقص گذشته های خود درک میکرد و احساس تلاش و آتش آزادی خواهی مردم خود درک میکرد، اقدام بر اعلام استقلال کرد که منجر به جنگ شد و همطور که شما در برنامه تان اشاره کردین در موافقتنامه راتبی او و خاتمه رسید به افغانستان به عنوان کشور مستقل شناخته شد. امان‌الله خان در کناری که آزادی افغانستان را اعلام کرد چند تا کار اساسی انجام داد که او برای ما در این دور فعلی مهم است. یکی که افغانستان یک کشور مستقل شناخته شد. دوم، این استقلالیت حفظ نمی‌شد مگر اینکه منابع مالی دولت بومی باشد و دولت اتکای اقتصادی به خود پیدا بکند. امان‌الله خان مالیه را وضع کرد که یک چیز مطلق تازه در افغانستان و در منطقه بود. قانون اساسی به وجود آمد و دولت بر اساس قانون اساسی کار خود را پیش می برد، هرچند به نام نظام نامه اساسی عادی بود. همچنان در شاه امان‌الله خان سلطنتش یک تفاوتی که با دوره گذشته داشت بود که مشروطه بود. در آخر تلاش کرد امان‌الله خان که پارلمان وجود دهد که او تلاش ها در آیدان نتیجه داد. آموزش به عنوان حق همه شناخته شد که اولین بار بود که در افغانستان آموزش حق همه می شد، در حالی که آموزش رسمی در زمان شروع شده بود ولی حق همه نبود. این اقدام اساسی را امان‌الله خان انجام داد. مسئله دیگه بود که برداری لغو شد. تمام اتباعی افغانستان که کسانی که در افغانستان زندگی میکرد به نام اتباعی افغانستان برای حقوق مساوی شد. قبلا در حالی که یک تعداد قبایل از دولت باج میگرفتند و این باج دولت از اقوام دیگری غیر پشتون به دست میآورد و به اونا توزیع میکرد، امان‌الله خان را از بین برد. درست. مسئله عسکری که همه باید نظام عسکری پیش میرفتند. نصرت الله، نکته نظر خود شنیدیم در این مورد. ببینین، یک چیز از امیر ابیبالله کلکانی در اولین سالگرد استقلال پس از امان‌الله شاه در پغمان بخوانیم که گفت استقلال نه از ما است و نه از امان‌الله است، استقلال متعلق به شما مردم افغانستان است. یک تعداد استدلال میکنن که تمام افتخارات و دستاوردهای استقلال را نباید به امان‌الله خان مختصر بسازیم. چهره های دیگه بودن و کسای دیگه هم بودن که تلاش کردند که در این استقلال به دست بیاید. نظر خود در مورد چی است؟ درست. ببینید، در بسیاری سخنرانی‌ها در طی سال‌های دوامت امان‌الله خان خودش هم تکرار کرد که استقلال از من نیست. این استقلال با توکل به خدا و ارشادات پیامبر اسلام و مبارزات شما مردم بود که به دست آمد. بدون تردید امان‌الله خان استقلال سیاسی افغانستان را به تنهایی حاصل نکرده بود. داری تمام مردم افغانستان سهم داشت.
اونهایی که تبلیغات میکنن که گویا امان الله خان تنهایی اقتصاد استقلال به دست آورده بود و یا کسایی که فکر میکنن که یادآوری از امان الله خان به معنی فراموشی مبارزان دیگری است، یک فکر نادرست است. هر دو نادرست است. تشکر نصرت الله. اجازه بده از فریحه در کابل پرسیم. فریحه، نظر خود در مورد استقلال و میراث امان الله خان به صورت عموم چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگانتان. من میخوام در مورد استقلال افغانستان به موضوعات اشاره کنم که حالا از بود تاریخیش ما هم اگه کتاب ها و اینا رو مطالعه کنیم و موارد میتونیم که دست پیدا کنیم، اما من نظر خود اگه قرار باشه بگویم ایست که ما دستاورد امان الله خان کلن نمیتونیم نادیده بگیریم، اما مشکل ما بعد از امان الله خان است. یعنی وقتی که واقعا ما نتونستیم معنی واقعی استقلال امو دستاورد را که ملت افغانستان و شاه امان الله خان داشت ما را متاسفانه حفظ کردن نتانستیم. من بیشتر وقتا متوجه موضوع میشم که شاید معنی استقلال بر ما فرق کرده یا ای که ما در درک از این موضوع دچار توهم هستیم. من که هیچ استقلال بعد از اون نمیبینم. در حوزه فعلی وقتی که جامعه افغانستان هم مورد مطالعه شما قرار بدین، با توجه به وضعیت اقتصادی فوق العاده خراب، وضعیت اجتماعی، وضعیت سیاسی، وقتی که ما چقدر وابسته از هر لحاظ به کشورهای خارجی و خصوصا بر قدرت ها هستیم، پس اینجا واقعا معنی استقلال کاملا بیفایده است. و حتی اگه ما توافقنامه صلح با طالبان فعلا مد نظر بگیریم، دولت افغانستان یک دولت مستقل نیست. وقتی که یک کشور اجنبی، کشور دوم میخواید مورد بسیار فریحه اجازه بده سوالت از نصرت الله بکنم. نصرت الله، فریحه میگه که ما در حال که استقلال نداریم، معنی برگزاری استقلال چی است؟ تجلیل استقلال چی است؟ نظر خود چیست؟ ببینید، همه شهروندان افغانستان باید مسئولانه اظهار نظر بکنند. در حالی که ما به اظهار نظر فریحه احترام دارم، آنان که میگن افغانستان امروز کشور مستقل نیست، این روایت و اساس و مبنایش از پنجاب و پاکستان است که طالبان در این روایت جنگ میکنند. هر کسی غیر از اعتقاد داره که افغانستان مستقل نیست به معنی است که یا آگاهانه یا ناآگاهانه در بستر پنجاب و پاکستان سقوط کرده. افغانستان یک کشور مستقل است. تمامی تفاهم‌نامه ها و توافق‌نامه هایی را که در کشورهای بیرون از خود امضا کرده به عنوان یک کشور مستقل است. ما درست است که امروز افغانستان مورد تجاوز است، ولی تجاوزی که دوستان مگر نخواهد، تجاوزی که خیلی در افغانستان است، تهدید وجود داره استقلال افغانستان از آدرس پاکستان و گروه های تروریستی است. سایر همکاران ما که در افغانستان، مردم افغانستان در طی 18 سال حمایت کردن و ای از مطابق به خواست مردم افغانستان بوده، مطابق به تایید لوی جرگه بوده، مطابق به تایید شورای امنیت بوده و مطابق به رضایت خود نظام افغانستان است. تشکر نصد را. تشکر فریحه. از خود میخواستم بپرسم که امان الله خان شهرت به ای داره که در مورد آزادی زنان فعالیت های زیاد انجام داد، کشف حجاب کرد و در حقیقت مکاتب اجباری برای زنها به وجود آورد که زنها هم باید حتما درس بخوانند. آیا این اقدامات زود هنگام بود به نظرت؟ خب واقعا کار که امان الله خان کرد یک هنجار شکنی به معنی کامل حقیقیش بوده در وقت و زمانش. من فکر میکنم که نظر داشت با سطح جامعه، سطح ذهنیت جامعه بسیار زیاد مهم هست. البته با معذرت، من فکر میکنم که بعض موضوعات مثل داشتن بانوی اول، داشتن آزادی های مثل بورسی های خارج که بر خانم ها اینا تدارک دیدن، فکر میکنم بسیار زود بود، گرچه که بسیار زیاد یک اصلاحات بنیادی و تمامنی برای مردم افغانستان بود، اما شاید در بعض مسائل بسیار زود هنگام بود. اینا میتونستن با در نظر داشت بعض از حساسیت های
دینی قدم های سنجیده تر بگذارن و کم امی روند کمک آهسته تر بسازن. گرچه که امان الله خان با سرعت بسیار زیاد اینا کوشش کردن که اصلاحات خدا را تطبیق کنند در سطح جامعه، ولی من فکر میکنم اگر شدت کمتر می بود به آهستگی امی روند اینا تایی میکنن، شاید از شدت مشکلات که برشان پیش آمد کاسته میشد و من فکر میکنم شاید سطح ذهنیت جامعه کمتر مورد توجهشان بوده در اون زمان. تشکر از نصرت الله و فریحه در کابل. بریم نگاه مندازیم به توییت های شما، توییت هایی که خواندین. هیچ کشور امروز، هانی ملک نشته، هیچ کشور امروز از آزادی کامل برخوردار نیست. افغانستان هم از جمله همین کشور است. ما امروز به نام افغانستان بریتانوی یاد نمیشیم. امروز کل مناطق کشور توسط نیروهای داخلی اداره میشوند. افغانستان توان دفاع از ملکیت شخصی خود را داراست و ده ها مورد دیگر. این برای ما یعنی استقلال. و حاجی میراقا احمدی نشته، زمانی که جان کری برای من رئیس جمهور تعیین میکنه هنوز هم دعوای استقلال داریم. بریم به سراغ مهمان برنامه امروز اینجا در استودیو، ویکتوریا سکوفیلد، مورخ بریتانیایی و نویسنده کتاب مرز افغانستان، درگیری و نبرد در آسیای میانه. خانم سکوفیلد، بسیار تشکر از اینکه حضور یافتین در برنامه ما امروز. شما نگاه عمیق به تاریخ افغانستان و زمان امان الله خان دارین. پیشتر یکی از شنونده ها، یکی از بیننده ها در مورد تلاش هایش در مورد حقوق زنها صحبت میکرد و ای که چگونه تلاش کرد زنها را زمینه فعالیت برشان فراهم کنه، کشف حجاب کرد، حجاب از سر خانم خود برداشت در حضور مردم و در خط آموزش بر زنها اجباری ساخت. این شنونده ما میگفت که بسیار سریع بود این کار. واقعا سریع بود؟ قضاوت تاریخ در این مورد چی است؟ Well, I think, unfortunately, فکر میکنم متاسفانه شاید یک مقدار زیادی سریع بود. اگر به زمانش نگاه کنیم، زمانی که این فرایند از جانب امان الله شاه شروع شد، خب باید البته به چارچوب جهانی، کانتکست جهانی هم نگاه کنیم. در اون سالها پایان جنگ جهانی اول بود و چنین ابتکارهایی در سراسر جهان انجام میشد و طبیعتاً این پاسخ بود به خواسته های بخش از جامعه افغانستان، شاید بخش الیت جامعه افغانستان. اما مشکلش واکنشی بود که علیهش دیده شد، برای اینکه او از شاید از دیدگاه رده های پایین تر جامعه صحبت نمی کرد. همونطور که ما می دونیم جامعه افغانستان در مناطق روستایی بسیار بسیار متفاوت هست با مناطق شهری و بنابراین این مخالفت و مقاومتی بود که شاهد بودیم. شاید زیادی سریع بود برای کل افغانستان، برای اینکه همه مناطق افغانستان به یک نحو آموزش ندیده بودند، روستاها و شهرها. به صورت عموم قضاوت تاریخ و قضاوت مخصوصا از نگاه بریتانیایی ها، نگاهشون به جنگ سوم افغان انگلیس و استقلال افغانستان چی هست؟ در بریتانیا جنگ سوم افغانستان خیلی جنگ یک رویاروی جدی در نظر گرفته نمیشه. البته میشه بهش نگاه جدی انداخت، برای اینکه در اون زمان وقتی که امپراتوری بریتانیا از جنگ در جنگ جهانی دوم، از نبرد در جنگ جهانی دوم خسته شده بود و تحلیل رفته بود، نیروهای افغان به اون حمله کردند. ولی خب به هر حال این نیروها به مراتب از نظر شمارشون برتری داشتند به نیروهای افغان و همچنین علاوه بر این قضیه نیروی هوایی داشتند که طبیعتاً عامل تعیین کننده بود که جنگ رو خیلی کوتاه کرد و زود از ماه می تا ماه آگوست بیشتر طول نکشید. اما از نظر نظر افغان یا افغانستان این خیلی مهمه، برای اینکه به هر حال امپراتوری بریتانیا باید این روز رو به رسمیت بشناسه، به عنوان این عاملی، به عنوان روزی که نشون داد که افغانستان میتونه از خودش عملی نشون بده و بخواد که بریتانیا سیاست خارجی اون رو دیکته نکنه. و طبیعتاً از
زمان جنگ دوم افغانستان شاهد بودیم که افغانستان خواستار این بود که بتونه سیاست خارجی خودش داشته باشه و این عامل اصلی این جنگ بود. از نظر نظر بریتانیا، خط دورند در نهایت به رسمیت شناخته شد و بنابراین این یکی از مزایایی بود که برای بریتانیا میشه لحاظ کرد که در نهایت این مرز شمال غربی هند بریتانیایی به رسمیت شناخته شد از جانب افغانستان. بنابراین از یک نظر بریتانیا خب چیزی رو از دست داده بود، بنابراین یه چیزی رو از دست داد در نتیجه این جنگ، ولی در اون زمان خب دیگه نگران تهاجم روسیه نبود به سمت هند، بنابراین این نگرانی وجود نداشت. اون تهدیدی که در اواخر قرن 19 وجود داشت دیگه وجود نداشت از جانب روسیه. خط دوران که مثلا من هنوز هم جنجالی هست. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد فصل ناتمام یا میراث ناتمام امان الله خان صحبت میکنه. نظر خود در این مورد چیست که آیا ادامه این فصل در حقیقت ممکن هست و آیا چیزی است که افغانستان به او نیاز داره؟ Well, it's a very difficult chapter to finish. خب فصل بسیار دشواری است برای پایان دادن به اون، برای تمام کردنش. همونطور که می‌دونیم بعد از اون تاریخ افغانستان بسیار بسیار تراژیک بوده و افت و خیز زیادی داشته. به نظرم کاری که امان الله خان انجام داد و کاری که پرزیدنت غنی می‌خواد که به پایان برسونه، مدرن کردن و پیشرفت کردن افغانستان همگام با حساسیت‌های فرهنگی کشور است و این شاید حرکتی است که امان الله خان در اوایل قرن گذشته نتونست انجام بده، ولی امروز میدونیم که این فرایندی است که باید بسیار با احتیاط و هوشیاری انجام بشه با توجه به حساسیت ها. ولی خب در هر کشوری پیشرفت یک فرایندی هست که افت و خیز داره و نمیشه با یک چوب جادویی با یک در یک چشم هم زدن این فرایند را نهایی کرد. بنابراین از یک نظر پرزیدنت غنی شروع کرده اون پایان دادن به اون فرایند رو، او به یک افغانستان مستقل و پیشرفته فکر میکنه، قدم هایی که برداشته شد در اوایل قرن گذشته، ولی خب حالا جنبه های دیگری رو میدونیم که افغانستان رو دوباره به عقب بردن و حالا پرزیدنت غنی داره سعی میکنه که از اون میراث استفاده کنه و چیزی به اون اضافه کنه، کاری که او شروع کرد رو ازش رو استفاده کنه و کمک کنه که افغانستان رو به آینده ببره، یک جامعه لیبرال تر، یک جامعه بلند پروازتر و یک جامعه دارای بردباری بیشتر به جای مسائل محافظه کارانه. تشکر از ویکتوریا اسکیوفیلد، مورخ بریتانیایی و نویسنده کتاب مرز افغانستان، درگیری و نبرد در آسیای میانه، در مورد چی صحبت میکرد. اکنونم مجموعه عکسای از قصر دارالامان از مهمترین نمادهای حاکمیت امان الله خان نگاه بکنیم که امروز در خط افتتاح شد و ساخته شد. قصر دارالامان سال 1928، وقتی که تقریبا زیاد وقت از ساختنش نمیگذشت، قصر دارالامان 1980 زمانی که نیروهای شوروی در کابل آمده بودند و بالاخره این قصر به مرکز فرماندهی خود تبدیل کردند. سرباز ارتش بریتانیا در سال 2002 در برابر قصر دارالامان بلافاصله پس از سقوط گروه طالبان که قصر مخروبی بیش نبود، دهلیزهای ویران شده داخل قصر سال 2010 که میدانیم بازسازیش چند سال بعد از او شروع شد و دارالامان پس از بازسازی سال 2019 چند روز پیش که امروز این قصر از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دوباره بازگشایی شد. بریم به سراغ تلفن ها و ببینیم که کی را داریم روی خط. و حکمت الله از فرا و حلیمه از کابل. حکمت الله، از خودت میپرسم که آیا 100 سالگی استقلال افغانستان را تجلیل کردی و اگر تجلیل کردی چگونه تجلیل کردی؟ اولا سلام بر همه. با تایید نظریات تمام نصرت الله که صحبت کرده، باید بگویم که در حال حاضر در افغانستان لحاظ امنیتی جشن گرفته نمیشه و مشکلات امنیتی ضرورای امی جشن گرفتن و خوشحالی کردن به مردم است. در حال حاضر بزرگترین دستاورد برای مردم ما و نسل های آینده ما همین هست، همین که به هر سال ما سالگرد استقلال خود را تجلیل میکنیم و این اطفال ما
بدفال ما یک ذهنیت میشه که استقلال یعنی چی. ما همون ذهنیت را هم که با اطفال خود انتقال بدیم، اما هم یک دستاورد بزرگ است برای ما که در آینده های خود ما باید او را نگهداری کنیم. یک فرضه است برای همه ما. تشکر. از حلیمه بپرسیم. حلیمه، خودت آیا استقلال افغانستان را تجلیل کردی و چگونه؟ چرا، ما استقلال افغانستان را تجلیل کردیم، ولی بسیار با شرایط سخت. البته من در یک مرکز آموزشی کار میکنم و چندین روز قبل از همین روز 28 اسد به دلیل همین شرایط امنیتی خاص و ویژه‌ای که وجود داره، ما اون مرکز آموزشی ما جشن استقلال را برگزار کردیم و تجلیل کردیم. همین دلایل امنیتی واقعا بسیار سخت است. برای نبرایی از این خاطر شما تجلیل کردیم، ولی شما رو زمین ویسودین را از پروان با خود داریم. ویسودین، خودت بگو در مورد استقلال افغانستان که نظر چیست و آیا استقلال تجلیل میکنی یا نه؟ سلام خدمت شما و بیننده محترم شما. بگونه نمادین، بله، ما هم به عنوان یک شهروند افغانستان از استقلال افغانستان خوش هستم و میخواییم این روز تجلیل بکنم. یک اما داره، اما ایشی که ما افغانستان در افغانستان در حال استقلال جشن میگیریم که 100 سال از او وقت میگذره، ولی ما 100 سال دیگه منوز پس هستیم. به این دلیل متاسفانه صدای ویسودین قطع شد. با ویسودین و حلیمه خداحافظی میکنیم. بریم دیدگاه های شما را، شما را دیدگاه شما را در فیسبوک و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی بخوانیم. یک کاربر نوشته که امان الله خان هم مثل رضا شاه مشکل داشت. چطور این دو نفر میخواستن در جامعه سنتی ایران و افغانستان کشف حجاب کنن؟ اتاتورک کار دستشان داد. اجمل نوشته زمانی که او از اروپا برگشت بدون ایجاد زمینه تغییرات اجتماعی مستقیم به کشف حجاب تغییر روز رخصتی به جمعه از جمعه به شنبه پرداخت که درست نبود. دانش نوشته مسئولیتش را در گرفتن استقلال بدون شک انجام داد و برنامه اصلاحیش در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قابل تمجید است. بلال نوشته که تجلیل از 100مین سال روز استقلال بیشتر رنگ و بوی قومی و انتخاباتی دارد تا به معنای واقعی و ملیش. جمیل نوشته خدمات شاه امان الله خان قابل ستایش و تمجید است، اما همچنان افغانستان آزادی و استقلال واقعی ندارد و به هر عنوان تحت استعمار است. نسیر نوشته امان الله بانی استقلال افغانستان بود و در خط اول دفاع از ارزش‌های استقلال جام شهادت را نوشید. روح شاد، یادش گرامی. و عبید نوشته نادیده گرفتن سنت‌ها و اجباری کردن مدل و پوشش اروپایی در سطح کشور سبب فروپاشی و حاکمیت امان الله شد. برنامه امشب ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگه هشتگ شما، با شما خداحافظی میکنیم. شب روزتان خوش.